جالبترین موضوعات سینمای بالیوود در این هفته. سلام دوستان عزیز، به چینل کابل میدیا خوش آمدید. افشاگری خانم بازیگر علی بازیگران هندی و فیلم هایی که قرار است شاهرخ خان در آن نقش آفرینی کند. بازیگر مشهور اهل هند مدعی شد که مواد مخدر همانند آب و نوشیدنی در پارتی های بالیوود سرو می شود و اهالی صنعت تازه واردین را از همان بد به ورود با مواد مخدر آشنا می کنند. پرونده خودکشی سوشان سنگ راجپوت به داغ‌ترین موضوع رسانه‌ای اخبار سلبریتی های هند تبدیل شده که هر روز دریچه تازه رو به این پرونده باز می شود. روز گذشته پلیس سی بی آی بعد از چند هفته تحقیق اعلام کرد که زن و تردیدهای موجود پیرامون احتمال به قتل رسیده شدن سوشان سنگ اثبات نشد و مرگ او یک خودکشی بوده است. البته پرونده یا دوسیه هنوز بسته نشده است. طی بررسی های مجددی که در پرونده سوشان سنگ انجام شد، مشخص شد که این بازیگر اعتیاد به مواد مخدر داشته و کنگانا رانات، بازیگر با جسارت و البته پرحاشیه بالیوود، در کمال تعجب همه اهالی صنعت سینمای هند ادعاهای تازه را در این رابطه مطرح کرده است. کانگانا بعد از مرگ سوشان سنگ با جدیت تمام علیه مسائل همچون باند بازی و وجود مافیا در بالیوود صحبت کرده و با صراحت به مقابله با برخی چهره های متری سینما همچون کرن جوهر پرداخته است و تازه ترین گفته های او به اعتیاد و فساد اخلاقی در میان سوپر استار ها مربوط می شود. بنابر نوشته مجله کوکاک، کانگانا رانات مدعی شده است که 99% ستاره های بالیوود به مواد مخدر خصوصا کوکائین اعتیاد دارند. رانات اخیراً در مصاحبه اظهار داشته است که مواد مخدر همانند آب و نوشیدنی در پارتی های بالیوود سرو می شود و اهالی صنعت سینمای بالیوود تازه واردین را از همان بد به ورود با مواد مخدر آشنا می کنند. رانات به صراحت نام چند بازیگر مطرح را به زبان آورده است و خواسته که از رنبیر کپور، رنبیر سنگ و ویکی کوشال تست اعتیاد بگیرند تا اگر حرفهای وی واقعا درست نیستند، پاک بودن آنها اثبات شود. او معتقد است دولت هند به طور جدی باید به این مسئله ورود کند و اقدام انجام دهد و اعلام آمادگی برای هر گونه همکاری در این راستا با دولت کرده است. این بازیگر مطرح که برنده جایزه ملی هند هم هست میگوید مصرف مواد مخدر برای ستاره های بالیوود امر عادی و رایج است و تازه واردها هم خیلی زود شروع به مصرف می کنند. فروشندگان مواد مخدر مواد مانند کوکائین، LSD، اکستازی و غیره را در اختیار سلبریتی ها می گذارند و همسران ستاره ها هم پارتی ها را میزبانی می کنند و همه اقدامات تهیه مواد به شکل قاعدمند انجام می شود. شما در این پارتی ها با افراد مواجه می شوید که فقط مواد مصرف کرده و هرزگی می کنند و ادعا می کند که بسیاری از دولت ها برشت این مافیای مواد مخدر در بالیوود کمک کرده است. او در ادامه می گوید این افراد ترویج دهنده باندبازی و فامیل بازی هستند. بسیاری از آنها از کودکی مواد مصرف کرده و بعدن بازیگر یا کارگردان شدند. این بازیگرانی که من با یکی از آنها رابطه داشتم وقتی وارد یک جا می شوند اول از مشروبات الکلی شروع می کنند و بعد سراغ مواد می روند. فساد اخلاقی آنها غیر قابل توصیف است. من دیدم که در این مهمانی ها اوضاع چقدر تحت تاثیر مواد مخدر عصبانی و غیر قابل کنترل است. این بازیگر مطرح می گوید حتی سیاستمداران و مقامات رسمی سیاسی هم چشمهایشان را بر روی این حقایق موجود در بالیوود بستند و ای گفت که بازیگران برای سیاستمداران فعالیت می کنند و به همین دلیل این مسائل و مصرف مواد مخدر در میان ستاره ها توسط دولت نادیده گرفته می شود. رانات می گوید وقت پارتی های بالیوودی برگزار می شود یک تعداد افراد مشخص که از این داستان ها حمایت می کنند به این مهمانی ها دعوت می شوند و آنها عمدتاً افراد هستند که رستوران و یا کلب دارند. او در ادامه می گوید وقت تازه وارد صنعت سینما شده بود یک بازیگر شناخته شده به او مواد مخدر خورانده بود. در نوشیدنی او مواد ریخته بود.
و از او سوء استفاده کرده بود و مدت این تجربه تلخ همراه او بود. رانات در ادامه گفتگوی خود یک مراسم سینمایی را روایت میکند که به چشم خود دیده بود. یک ستاره بزرگ بالیوود همراه همسرش آزادانه پشت صحنه فیلمبرداری مواد مخدر مصرف میکردند و آنجا اولین باری بود که دنیای کثیف مواد مخدر در بالیوود را میدید. بعدن با یک ستاره بزرگ سینما وارد رابطه شد که یک بار این ستاره بزرگ به خاطر زیاده روی در مصرف مواد مخدر در شفاخانه بستری شد، در حالی که این ستاره و خانواده وی تلاش داشتند مرا از این مسئله دور نگه دارند. او معتقد است بالیوود مانند مافیا با یک دنیای زیرزمینی عمل می کند و اگر کسی به اداره پلیس برود و طلب کمک کند با او تهمت بیمار روانی زده می شود و یا حتی به قتل می رسد. رانات می گوید اگر او همین لحظه در حال افشا کردن این مسائل در ممبئی می بود حتما او را به قتل می رساندن و خیلی ها بر من برچسب بیمار دو قطبی می زدن. او معتقد است اگر کار دشمنانش را تمام نکند آنها کار او را تمام خواهند کرد. به همین خاطر در این مسیر دست بردار نخواهد بود. خیلی از چهره ها در مقابل این اظهارات جنجالی رانات سکوت کردند، اما برخی در مقابل حرفهای او واکنش نشان دادند. روینا تندن بازیگر کنکار بالیوود در واکنش به این حرفهای رانات که 99% ستاره های بالیوود را معتاد خطاب کرده گفت در سطح جهانی 99% قضات، سیاستمداران، مقامات رسمی، پلیس ها فاسد هستند. این گفته نمیتواند یک توصیف کلی در مورد همگان باشد. مردم باهوش هستند و میتوانند فرق خوب را از بد بفهمند. چند سیب خراب نمیتواند همه سیبهای داخل سبد را خراب کند. درست همانند افراد در صنعت سینمای ما که هم خوب در آن است و هم بد. رامگوپال ورما فیلمساز مطری هند هم خیلی متعجب است که چرا اهالی صنعت بالیوود در برابر گفته های رانات سکوت کردند و در پست چنین توییت کرده است: اگرچه من هم به همین سینما تعلق دارم اما گیج شدم و سکوت ستاره ها برچسب خوردن عناوین متجاوز، قاتل، مافیا و غیره را با آنها تایید می کند. در حالی که شاروخ خان ستاره سینمای بالیوود بعد از اکران فیلم سفر خود را بازیگر شکست خورده می دانست و از این عرصه به مدت 3 سال فاصله گرفت، در این وقفه قریب به 50 فیلم نامه به او پیشنهاد شد. بر بنیاد گزارش رسانه های هندی اکنون شاروخ خان 4 فیلم نامه را برای ایفای نقش انتخاب کرده است که این آثار سینمایی شامل فیلم از سیدارت آنند به تهیه کنندگی یشراج فیلم، فیلم به کارگردانی راجکمار هیرانی، فیلم اکشن به کارگردانی آتلی و فیلم اکشن کمدی به کارگردانی راج و دیکی می باشند. گفتنی است که شاروخ خان در این بین نقش آفرینی در فیلم از سنجی لیلا بهان سالی را نپذیرفت و همچنان فیلم تفنگداران شمال به تهیه کنندگی سلمان خان را به دلیل داشتن 2 قهرمان را رد کرده است. فیلم مستر ایندیا به کارگردانی علی عباس ظفر از دیگر آثاری است که شاروخ خان از ایفای نقش در آن امتناع ورزیده است و همچنان این ستاره پرآوازه بالیوودی فیلم به تهیه کنندگی کرن جوهر را نیز نپذیرفته است. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. از اینکه ما را تا آخر دنبال کردید جهان سپاس. برای حمایت ما چینل کامل میدیا را سابسکرایب نموده و زنگ را فشار دهید. تشکر از توجه شما.